با عرض سلام و تقدیم ارادت به ادامه برنامه امروز می‌پردازیم. جناب مهدی ابتهی به ما پیوستند، همینطور دوستان محترم دیگر، آقای توفیقی. استاد رستمی می نویسند: به نظر من نخواهد توانست، چون که طلاق سوم وجود ندارد، پس ازدواج سوم هم وجود ندارد. چه می شود اگر باز هم با سازش نتوانند، با هم سازش نتوانند، و کسی که دو بار طلاق گرفته و نتوانسته با هم زندگی کند، پس بار سوم هم نمیتواند. بسیار خوشحالم استاد از پاسخ شما، و نظر من هم همین است. استاد توفیقی می نویسند که در مورد مسئله طلاق چند پرسش وجود دارد که طلاق با فراق چه تفاوتی دارد؟ در آیه 229 هم میگوید طلاق مرتان، یعنی چرا نگفته مرتین؟ فکر میکنم که مرتان به معنای دو باشد، دو مرتبه، و علتش این است که بیش از دو طلاق مجاز نیست. و یا چرا از واژه‌های مشابه خوب نمیتونم ریزش رو بخوانم، ولی به هر حال باید که این رو من در فرصت دیگه بزرگتر بکنم، حروف کامپیوتر رو، که حکمت به کار رفتن مرتان چه چیز میتواند باشد. مرتان همطور که خدمتتون عرض کردم، اون رو میتونم که تشخیص بدم که یعنی دو بار. مرتانی یعنی دو بار. طلاق دو بار است. فامساکن، پس بعد از آن بمعروف یا به معروف او و یا تسریح به رهایی به احسانی. بهترین شکل طلاق دو بار بیشتر نمیشه طلاق داد. بعد از اون یا به معروف، یعنی یا بایستی که زندگی مجددی، یعنی رابطه نکاحی مجدد داشته باشین بعد از طلاق دوم، به شکل معروف و پسندیده و عرفی و قابل احترام، او تصریح، و یا اینکه آزاد بکنید همدیگر رو به بهترین شکل. حالا این سوال پیش میاد در مقابل پاسخ من و آقای رستمی، چون پاسخ من هم مثل پاسخ استاد رستمی است که ازدواج بار سوم وجود نداره. ولی در اینجا قرآن امساک به معروف رو دستور میده. یعنی نکته ظریفی که در اینجا باید بهش توجه بکنید این است که میگوید که طلاق دو بار بیشتر نیست. پس همونطور که استاد رستمی اشاره کردند، ازدواج بار سومی وجود نداره،
برای اینکه اگر ازدواج بار سوم وجود داشته باشه، در واقع ما به یک قراردادی وارد میشیم از نظر حقوقی که اون قرارداد فاقد حق فسخه. یعنی شما نمیتوانید که قراردادی با کسی ببندید که بشر که امکاناتش محدوده، منطقا شما نمیتونید که قرارداد ببندید که شما خانه منو فردا رنگ کنید و من 10 دلار به شما میدم شما خانه منو فردا رنگ بکنید، ولی تحت هیچ عنوان مردی و مندی باید خانه من رو رنگ بکنی. میگم اگه مردم چی؟ چجوری خونه تو رنگ بکنم اگه مردم؟ یا اینکه اگر که فرض کنید که فردا باران آمد، من چجوری توی باران خانه تو رو از بیرون رنگ بکنم؟ میگه این حرفا رو من نمیفهمم. حتما تحت هیچ شرایطی شما نمیتونی که تخلف کنی از این قرارداد، باید رنگ کنی خانه منو. خب میگم این قرارداد باطله، چون شرایط معقول فسخ درش وجود نداره. به این دلیل هست که از نظر حقوقی ازدواج سوم میسر نیست، چون ازدواج سوم نمیتواند که به طلاق سوم برسد، چون چیزی وجود نداره. باید که از نظر حقوقی یک اینسترومنت حقوقی وجود داشته باشه که طلاق رو قرار بده. یعنی باید یه چیزی وجود داشته باشه، یک آچاری وجود داشته باشه که شما پیچی رو باز کنید. یه قانونی نباشه شما طلاق به چه جوری طلاق میدید؟ ازدواج ابدی میشه. بنابراین ازدواج سوم همونطور که آقای رستمی فرمودند عملی نیست. اما در اینجا نگاه میکنیم که میگوید طلاق 2 بار است، پس بعد از آن یا امساک به معروف بکنید. امساک به معنای نگاه داشتنه، امساک در روزه یا امساک در خوراک خوردن، یعنی که نگه دارید. یعنی امساک بکنید، مثلا میگن سحر ساعت 5 شما 5 دقیقه مونده به 5 امساک بکنید که احتیاطش درست، یعنی بیستید، توقف بکنید، نگه دارید غذا خوردن رو. حالا میگوید که ترمز کنید، یعنی میگه طلاق 3 باره، پس یا ترمز کنید. ترمز برای این میگم که یادمون بیفت باشه، یعنی یا امساک بکنید، نگه دارید به معروف. چی رو نگه دارید؟ طلاق رو نگه دارید، متوقفش بکنید طلاق رو. طلاق چطور متوقف میشه؟ با رجوع. و یا تصریح بکنید، یعنی طلاق رو بذارید انجام بشه، 3 ماه و 10 روزش بگذره قطعی بشه، یا اینکه امساک بکنید، متوقفش بکنید طلاق رو. این ساعت طلاق روشن شده، هم تک تک میکنیم، 1 روز 2 روز 3 روز 4 روز، برسه به 3 تطهیر و 3 بار زن به اصطلاح دوران قاعدگیش رو بگذرونه و پاک باشه، نشون بده که حامله نیست. بعد از اون دیگه شما نمیتونید که رجوع کنید، چون رجوع در تربص انجام میشه، خارج از تربص ما رجوع نداریم. بنابراین اگر که مرد بعد از طلاق دوم رجوع بکنه به زندگی برمیگرده. چرا؟ چون عقد نکاح لازم نداره، در دوران تربص دیگه، در دوران عده هستش. اما اگر بگذاره دوران عده بگذاره و برسه به تای خط، حالا وقتی که رجوع میشه اون وقتی که نمیتونه ازدواج بکنه، ولی اگر که در دوران تربص ازدواج بکنه، طلاق در واقع اسقاط میشه، یعنی مثل که طلاقی نبوده. بنابراین در زندگی رجوعی 1 بار بیشتر طلاق قانونی داده نشده و طلاق دوم فراهم هست برای وقوع، و به این ترتیب این مشکل رو قرآن حل میکنه.
اما چرا موضوع سه طلاق و اینها حالا ادامه بدیم؟ شاید هم که ما اشتباه میکنیم، ولی به این کار ادامه میدیم. طلاق دو بار است، پس از آن یا امساک به معروف بکنید و یا تصریح به احسن بکنید، یا مطابق عرف برگردید و با هم زندگی بکنید، یا اینکه به بهترین شکل از هم جدا بشید. آیه شماره 229 یک مرتبه دیگه میخوام. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق دوبار است و از آن پس یا به شایستگی نگاه داشتن و یا به نیکی و احسان رها کردن، و بر شما روانیست آنچه را با آنها داده اید باز پس بگیرید، مگر آنکه هر دو را ترس ناتوانی از برپا داشتن حدود الهی در میان باشد، و اگر از رعایت نشدن حدود الهی بترسید مانعی ندارد که زن فدیه بدهد و گذشت کند. این حدود خداست و از آن تجاوز نکنید، و هر که از حدود خدا تجاوز کند ظالم و ستم بیش است. در آیه شماره 230 چنین میگوید: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا حدود الله يبينها لقوم يعلمون. اگر باز هم زن را طلاق داد، دیگر بر او حلال نیست تا اینکه با شوهری دیگر ازدواج کند، و اگر او زن را طلاق داد گناهی نیست که دوباره به همسری یکدیگر درآیند، مشروط بر این که یقین داشته باشند که حدود و مقررات الهی را عمل می کنند. این است حدود الهی که برای آگاهان و صاحبان آگاهی و علم گفته می شود. به طوری که در متن این آیه دقت میکنید میگوید باز هم طلاق داد، اگر باز هم طلاق داد، در بین افراد این اشکال به وجود آمده که چون باز هم گفته اگر باز هم طلاق داد، پس طلاق سومه دیگه، یعنی اگر باز هم طلاق داد، باز چون در آیه قبلی میگوید که طلاق دو بار است، حالا در آیه 230 میگوید اگر باز هم طلاق داد، یعنی بار سوم طلاق داد، و این کانفلیکت و تباین ایجاد میکنه بین این دو آیه،
چون در آیه قبلی گفته فقط طلاق دو بار است. حالا در آیه بعدی میگوید اگر باز هم طلاق داد، یعنی طلاق میشه سه دیگه. وقت در آیه 29 گفته است که 229 گفته است طلاق دو بار است، در آیه 23 230 میگوید که نخیر طلاق سه بار است. من اشتباه میکنم یا قرآن؟ پاسخ این است که هیچ کدام، هر دو درست میگوییم. ما راجع به سه طلاق در اینجا صحبت میکنیم، یعنی طلاق بار دیگر میگه اگه طلاق دادی، یعنی بار سوم اگر طلاق دادی. از نظر تعداد طلاق ها سه تا طلاقه. میگه بعد از این طلاق سوم دیگه نمیتونی که با این خانم دو مرتبه برگردی و ازدواج کنی. حالا سوال اینه که این طلاق سوم که مغایرت داره با محدودیت طلاق دوم، چطور خدا اشتباه کرده و بین دو تا آیه این اشتباه را، حالا دور بودن از هم میگفتیم یادش رفته خدا، ولی این دو تا آیه پشت سر هم هستن. پاسخ این سوال، چون فرصت نداریم که خیلی وقت صرف بکنیم، این است که ما راجع به سه طلاق صحبت میکنیم که سه طلاق رفته به محکمه. طلاق شماره 1، طلاق شماره 2، طلاق شماره 3. طلاق شماره 1 رفته به محکمه، انجام شده، قطعی شده، تمام شده، زندگی دو مرتبه شروع شده، عقد مجدد شده، نکاح دوم منجر شده به طلاق دوم. طلاق دوم در حالت تعلیق به رجوع کشیده، یعنی طلاق دوم در واقع با دادگاه ثبت شده، ولی قبل از اینکه بخواد حکم صادر بشه، قبل از اینکه دوران تربص به پایان برسه، دوران عده، رفتن و با هم دیگه رجوع کردن و رجوع احتیاج به نکاح نداره. بنابراین فقط به دادگاه اعلام کردن که طلاق رو باطل کن، ما نمیخوایم طلاق بگیریم. طلاق هم هنوز صادر نشده، در حال تعلیقه، به زن طلاق نمیدن دستش که آزاد بشه بره شوهر بکنه، چون در حالت تعلیقه، در حالت تربصه. بنابراین فقط کافیست به دادگاه اخطار بکنن که آقای دادگاه بله ما آشتی کردیم، آشتی کردیم، اون کاغذم پاره کن بریز دور. مثال عرض میکنم. پس طلاق دوم در بین این سه طلاق، طلاق دوم اسقاط شده. اون چی که بالا میمونه، طلاق های داده شده، دو طلاق بیشتر نیست. و این حکم محلل بر میگرده به قانون قبلی، مردی که زن رو دو مرتبه طلاق بده دیگه حق ازدواج با اون نداره. نتیجهش این میشه، یعنی بار اول طلاق میده، بار دوم نکاح میکنه، بار دوم اگر طلاق بده، این طلاق اگر به مرحله قطعی برسه و مهر بخوره که 3 ماه و 10 روز گذشت، طلاق قطعی شد، رابطه اینها تمام میشه، برگشتش از طریق محلل امکان داره. حالا اگر باز هم زن رو طلاق داد، الان راجع به مردی صحبت میکنه که یا طلاق دومشه و یا اینکه طلاق میانی از بین رفته که طلاق دومه شده، یعنی یا ابتدا به ساکن طلاق دوم رو داره میده و یا اینکه طلاق دوم طلاق سومی است که طلاق دوم کنسل شده و ابطال شده، اسقاط شده، از بین رفته. حالا در این بار دومه، به هر حال الان که داره طلاق میده، میگه اگر باز هم طلاق داد، یعنی بار دوم طلاق داد، دیگر برای او حلال نیست که با این شوهری که داشته برگرده و ازدواج کنه و بایستی که با کس دیگری ازدواج بکنه. حالا اکثرا وقتی که کار به اینجا میرسید، اولا که 3 تا طلاق میدادن، از چرا من نمیدونم، و بعد وقتی که کار میخواستن که آشتی بکنن،
یه نفر پیدا میکردن، یه پولی بهش میدادن، این عقد میکرد، بعدش هم میگفتن بگو طلاق تو، میگو طلاق تو، تمام میشد، میرفتن زن و یکی میشدن. قرآن این رو منع میکنه، میگه هم ازدواجی که میکنه باید واقعی باشه و شما نمیتونید به قصد طلاق با کسی نکاح بکنید، اون نکاح باطله. بنابراین محلل به صورت ابیوز کردن و سوء استفاده کردن از قانون در قرآن وجود نداره، برای اینکه نیت نکاح باید باشه، نه نیت طلاق در قالب نکاح. و بنابراین به این ترتیب موضوع محلل کاملا برطرف میشه و اگر که خدعه‌ای در این کار باشه و کیدی در این کار باشه، خود به خود اون نکاح با محلل باطله و محرومیت ازدواج در بار سوم بر قدرت خودش باقی است. اینو قرآن هم تأکید کرده که حدود الهی رو رعایت بکنید و حدود الهی به شما حکم میکنه که با خدعه و نیرنگ رابطه زناشویی رو تأمین نکنید، سازمانش نباشه. در آیه شماره 231 چنین میگوید: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. چون زنان را طلاق دادید و زمان عده آنها به سر آمد یا به شایستگی نگاهشان دارید و یا به طرز پسندیده‌ای رهایشان کنید و هرگز به منظور زیان رسانیدن و تعدی کردن نگاهشان مدارید و کسی که چنین کند به خیشتن ستم کرده است. آیات خدا را به استهزا و تمسخر نگیرید و به خاطر بیاورید نعمت خدا را بر خود و کتاب به حکمتی را که بر شما نازل کرده است و شما را با آن پند می دهد و از خدا تقوا بورزید و بدانید که او بر همه چیز شما واقف و عالم است. آیه شماره 232. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آنان که آنگاه که عذر میخوام آنگاه که زنان را طلاق دادید و عده آن زنان به سر آمد، اگر در میان آنها ترازی پسندیده برقرار شود، به صورت معروف به رضایت برسند، مانع ازدواج با همسرانشان نشوید. منظور همسران دیگر همسران،
دوران عده زن که به پایان رسید هیچ گونه محدودیتی به مرد اجازه نمی دهد، هیچ حقی به مرد اجازه نمی دهد که در امور همسر 3 ماه و 10 روز پیش خیش دخالت و فضولی کند. زن آزاد است که با زندگی خود به هر ترتیبی که می خواهد مستقل از شوهر سابق ادامه زندگی بدهد، به هر شکلی که بخواهد، من جمله اگر بخواهد با کسی ازدواج کند. قرآن توصیه می کند که تحت هیچ عنوان پس از سر آمدن عده مانع ازدواج او با همسرانشان نشوید، هر که می خواهند انجام بده. این حکم، حکم پند دهنده کسی است که به روز خدا و روز رستاخیز ایمان داشته باشد. خدا می داند این دستور برای شما پاکتر و پاکیزه تر است و شما نمی دانید. آیه شماره 233 چنین بیان می کند: والدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. مادران فرزندان خود را 2 سال تمام شیر دهند، در واقع به احتیاج فرزندها برای تغذیه اشاره می کند، نه به توان مادرها. نیاز بچه رو اعلام میکند، نه امکان مادر رو. توجه داشته باشید، این حکم برای کسی است که بخواهد دوران شیرخارگی را کامل گرداند و نیز خوراک و پوشاک مادر به طور متعارف بر عهده پدر فرزند است. هیچ کس بیش از توانش وظیفه ندارد، نه مادر به خاطر فرزندش به زیان بیفتد و نه پدر، و بر وارث او نیز همین حکم رواست. اگر آن دو با رضایت و مشورت یکدیگر بخواهند کودک را از شیر بگیرند، گناهی بر آنان نیست. اگر اراده کردید که برای فرزندان خود دایه بگیرید، به شرطی رواست که حق دایه را به طور شایسته بدهید و از خدا بترسید و به خدا تقوا بورزید و بدانید که خدا به آنچه می کنید آگاه است. در آیه 234 والذین یتوفون من ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 شهور فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
بر شما ببخشید، کسانی از شما میمیرند، کسانی که از شما میمیرند و همسرانشان باقی میمانند باید 4 ماه و 10 روز عده نگه دارند. در مورد طلاق عده 3 ماه و 10 روز است، در مورد وفات عده 4 ماه و 10 روز. و چون این مدت پایان رسید، بر شما ایرادی نیست که به شیوه شایسته به اراده خود گذران کنند و خدا به آنچه می کنید آگاه است. آیه 235. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله انکم ستذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. بر شما گناهی نیست که به کنایه از آن زنان خواستگاری کنید و یا بدون زبان آوردن نیت ازدواج را در دل پنهان نگاه دارید و آنچه را بعداً به زبان خواهید آورد فقط خدا بداند. و به طور نهانی با آنها قرار زناشویی نگذارید مگر این که به طرز پسندیده‌ای اظهار دارید و تا انقضای عده اقدام به عقد نکاح نکنید و بدانید که خدا از نیات درونی شما آگاه است. به خدا تقوا بورزید و بدانید که او آمرزنده بردبار است، او غفور حلیم است. چندین موضوع مختصر در مورد این آیه توضیح لازم دارد، گفته شده قبلا، ولی به هر حال نمیدانم که باز هم بگویم یا نگویم. به هر حال بر شما گناهی نیست که به کنایه از زنها خواستگاری کنید. شما می توانید که با حرکات، با احساسات، توسط دوستان به صورت مستقیم تمایل خودتون رو به ازدواج به اطلاع او برسانید. قرآن در این زمینه محدودیت و تحریمی قائل نیست که مرد بتواند. توجه داشته باشید که 1500 سال پیش در کجا این آیه نازل شده و مخاطبین اولینش چه کسانی بودند. میتوان که به زنها این اطلاع رو واصل کرد و در واقع به نوعی به اونها ارتباط ذهنی برقرار کرد و تمایلات خود رو به اطلاع اونها رساند که من اولا آدمیم، بالغم، عاقلم، زن ندارم، شما هم که عاقلی، بالغی، شوهر نداری و من مایلم که با شما ازدواج بکنم. حالا موضوع ازدواج خیلی موضوع پیچیده‌ای است
که آیا می توانند که زن و شوهر با هم رابطه داشته باشند قبل از ازدواج؟ آیا این رابطه می تواند که رابطه صحبت و گفتگو باشد، یا می تواند که اگر نیت به ازدواج داشته باشند و اگر توافق به ازدواج داشته باشند، آیا می شود که رابطه تعاملی داشته باشند با هم، رابطه خصوصی پیدا بکنند؟ سخنانی که در این زمینه مطرح می شود یک قدری هم طولانی است، هم ممکنه جنبه فنی پیدا بکند. اما اگر یک مرد و زنی تصمیم می گیرند که احساساتشون رو با هم رد و بدل بکنند، مثلا زن به مرد بگی که من هم بیمیل نیستم با تو ازدواج کنم، مرد هم به زن بگوید که من همیشه به فکر این بودم که با شما ازدواج بکنم، بعد وارد گفتگو بشن و در عین اینکه وارد گفتگو هستند شرایط جوری بشه که در مراسم گفتگو بدون اینکه تصمیم به ازدواج قطعی بگیرند و یا راجع به این موضوع سخنی بگویند که بله من قصد نکاح با تو رو دارم، انکه تو و زوج تو، قبل از اینکه این حرفا مطرح بشه دارن راجع به آینده و اینها صحبت میکنن، شامی درست میکنن میخورن، بعد از شام بدون اینکه صحبتی بکنن با هم رابطه جنسی پیدا میکنن. میخوایم ببینیم که الان تکلیف قرآن و تکلیف دین در مقابل مثالی که زده شد، یک مردی که شوهر نداره، زن نداره، یک زنی که شوهر نداره، نه هر دو آزادن، هیچ کدام هم در عده و گرفتاری و اینها نیستن، عقلشون هم به کارشون میرسه، عاقل هم هستن، نجیب هم هستن، مشرک هم نیستن، اهل عقل و اهل منطق و اهل بلوغ و ظرفیت هم دارن، اهلیت هم دارن. فرض کنید که همه اون فاوندیشن کاملا رعایت شده، حالا اینها میخوان با هم صحبت بکنن ببینن اخلاقاشون اگه جور در میاد با هم ازدواج بکنن. میپرسه شما آقای چی هستین؟ میگه من مهندس مثلا پیش و موره هستم، شما چی هستین؟ من دکتر زغال سنگ هستم. بالاخره صحبتاشون رو با هم میکنن و شما خانت کجاست، اینجاست و ماشینت چیه اینا و مادرت چند سالشه، کی میمیره، اینها رو سوال تمام اینها رو مطرح میکنن و بالاخره به این نتیجه میرسن که بیشتر باید صحبت بکنن. ولی در این حال فکر میکنن یه شامی بخورن بعد بیشتر صحبت بکنن ببینن راستی گفتین شما مادرتون بیماره، اینا چند سالشونه؟ چون معمولا زنا وقتی که با شوهرشون میخوان ازدواج بکنن اولین مانع اینه که اگه مادرش با پسر زندگی میکنه اینا، خب خیلی مشکل ایجاد میکنه. میپرسن ببخشین چند سالشونه؟ میگه 85 سال. خب الحمدلله اینا به سلامتی، حالشون چطوره؟ هیچی، در حال مردن هستن اینا. خب این که خبر خوبی بود، حالا ببینیم بقیه چیزها هم توافق داریم یا نه، همون باعث میشه که ازدواج کنن. حالا ضمن اینکه این صحبت‌ها رو میکنن، شوخی و جدی عرض میکنم، شام میخورن و تصمیم میگیرن پلو هم بخوابن. الان اینها زنا انجام دادن یا نکاح انجام دادن؟ یک. و دو اینکه تکلیف ازدواجشون چی میشه؟ این الان همون ازدواجه یا اینکه ازدواج یه چیز دیگه افسونه بر اینه؟ اینها رو قرآن در این آیه فکر میکنم پاسخ میده، میگوید بر شما گناهی نیست که به کنایه از آن زنان خواستگاری کنید یا بدون به زبان آوردن نیت ازدواج رو در دل نگاه دارید. و اون چرا که بعداً به زبان میارید، که در آینده یا خواستگاری میکنید یا ازدواج میکنید بدون خواستگاری و بعد از اینکه ازدواج کردید میگه من میخواستم این حرفا رو به تو بزنم، این نیت رو داشتم. ولی از آغاز این آیه اینطور برمیاد که خواستگاری وقتی شما میخواید بکنید یعنی با زن حرف میزنید، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. اگر شما رابطه با زن نمی داشتید
چگونه می توانستید که با طنز و کنایه و اشاره احساسات خودتون رو به اون زن نشان بدید؟ اتفاقا من فکر می کنم اگر زن و مرد می تونستن حرف بزنن، رابطه شون خیلی دورتر بود و خیلی آسانتر این کار انجام می شود که مثلا مرد به زن بگه می دونید چیه خانم، من از شما خیلی خوشم میاد و شرایط ازدواج هم دارم، تحقیقم در مورد شما کردم، خانواده تو میشناسم، اینطور و اونطور، دخترم بگه همینطور، ما هم دیگر رو دوست داریم، میخوام ما هم ازدواج کنیم. این خیلی ساده تره تا اینکه شما با ایما و اشاره به این دختر بفهمونید که من به تو علاقه دارم. صحبت من این است که وقتی شما میخواید به یک دختری اظهار علاقه بکنید، از دور که نمیتونید این کارو بکنید، یا پشتتون رو بکنید برید استرالیا، این دخترم بره آفریقا، بعد از اونجا با هم دیگه منویاتتون رو رد و بدل کنین. اون زمانی هم که این آیه نازل شده که اینترنت و تلفن و اینها نبوده که، اینها دور بودن از هم. اگر دور بودن از هم که امکان تماس نداشتن، امکان تعامل احساسی نداشتن، پس باید یه جا باشن، پس باید نزدیک باشن، و نزدیکی هم که حالا حرف روشون نمیشه بزنن. اون که خیلی مشکل تره که آدم با عمل احساساتشونشون بده. خب حرف آدم یک سال ادا و اطفار و ایما و اشاره روی صفحه کاغذ می نویسه، میشینه میخونه، حرف میزنه. پس در درجه اول رابطه زن و مرد بین هم میتواند که بر اساس شرافت باشد. حالا قرآن هم همین رو اشاره میکنه که به طور نهانی با آنها قرار زناشویی نگذارید به صورت ناپسند. یعنی در واقع زن و شوهر می توانند که اولا پنهانی با هم ملاقات بکنند، پنهانی ملاقات بکنند، در ملاقات پنهانی که به هیچ کس نمیگن ولی خودشون ملاقات کردن، می توانند در اون ملاقات پنهانی صحبت رد و بدل کردن احساساتشون رو بیان بکنن. تنها ریستریکشن یا تنها محدودیتی که خدا به عنوان حدود خودش در اینجا قائله این هست که این دوتا که در کنار هم روبروی هم دیگه قرار گرفتن، در خلوت هم هستن، نهانه، هیچ کس نمیدونه، یا پسره رفته خونه دختره یا دختره رفته خونه پسره، هیچ کس هم اونجا نیست. یعنی یک پسر و یک دختر غریبه و نامحرم، قرآن اجازه داده که در یک محل نهانی باشن. میخوام قرآن رو با این سنتی که اینها به ریش ما بستند و آبروی اسلام رو تو دنیا بردند، در فقدان تعقل و معرفت و عدالت، و زن رو به صورت خاکروبه در آوردن در دنیا این ملاها، این قرآن رو نمیگذارند که شما و من بخوانیم که حقوق خودتون رو تشخیص بدید. الان من اینها رو که میگم، من دارم ملا رو محاکمه میکنم، من از ملا میپرسم که جواب تو چیه؟ این همه آدم رو بردین اعدام کردین، سنگسار کردین، فقط تو خیابون با هم راه میرفتن. قرآن میگه اینا میرن یه جایی پنهان، پنهان ملا میگه پنهانی اگر با هم دیگه رد و بدل میکنن احساساتشونو، تفنگ و توپ که نمیبره. میگه عزیزم من میخوام با تو ازدواج کنم. چی میگه؟ رو برای نگاه میکنه، هوا رو نگاه میکنه. خانم بله، میدانید که من میخوام با شما ازدواج بکنم. خانمم میگه این اینجوری ازدواج میکنن؟ ممکنه شما ملاها اینطوری ازدواج بکنید، ولی آدم اینطوری ازدواج نمیکنه. قرآن هم برای آدم صادر نازل شده. حالا وقتی که اینها در خلوت، قرآن اجازه داده که اینها در خلوت باشن، در نهان باشن، ولی میگه در نهان کار بیقاعده و ناپسندیده از شما نباید سر بزنه. کار ناپسند یعنی چی؟ من خیلی میل دارم که شما در این فیسبوک راجع به موضوعات حساس به خصوص زنها نظرشون رو بنویسن که شما چی فکر میکنید. قرآن وقتی میگه که به طور نهانی با آنها قرار زناشویی نگذارید، مگر، یعنی قرار زناشویی در نهانخانه با آنها بگذارید اگر،
اون مگر تبدیل میشه به اگر. اگر به طرز پسندیده اظهار میدارید، یعنی جز این که به طریق پسندیده اظهار بدارید که من میخوام با شما ازدواج بکنم، مؤدب باشید، حرف زشت نزنید، کار پلید و فکر پلید و فکر فریب و بی احترامی و سخنانی که از ادب و عصمت و عفت بشری خارج میشه اونها رو نزنید، اینا رو میگه. حالا من میخوام ببینم که ناپسندی چطور میتونه به وجود بیاد. اگر یک مردی خیلی مؤدب بود، زنم خیلی مؤدب بود، راجع به روابط زناشویی صحبت کردم، گفتن برای ما قبول میکنیم که شاید بتونیم ازدواج کنیم. حالا میخوام ببینم شما از چه رنگی خوشت میاد، از چه شهری خوشت میاد، از چه ماشینی خوشت میاد. دارن این صحبت ها رو میکنن دیگه، وسط کار میبینن گرسنن، میخوان یه غذایی هم بخوریم، بله غذا میخورن، اتفاقا میل میکنن که پلو هم بخوابن. حالا فرض محال که محال نیست، خواهیم اینیم حکمش چیه، این ناپسند این کار یا پسندیده است؟ من فکر میکنم پسندیده است و من فکر میکنم ازدواج انجام شده. چرا؟ برای اینکه این میگوید که یا بدون اینکه به زبان بیارید اون چه که در دل شماست، عمل میکنید به اون چی که در دل شماست، چه احتیاجی دارید به زبان بیارید؟ میگه خانم من میخوام پلو شما بخوابم. قبلا خوابیدید ازم پلوش، اظهار بکنید که چی، به تو بوق بذارید، بوق بزنید که خانم من میخوام الان پلو شما خوابیدم. مگه کور زنه نمیبینی که پلوش خوابیدید؟ این کله رو به کار بندازید آخه، نگذارید ملا مغز شما رو منجمد بکنه، منطق به کار ببرید. حالا حرفم نزدن اصلا، واقعا نه دختره حرف زده نه پسره، ولی عملا پرو هم بودن و رابطه جنسی داشتن. قرآن میگوید این توافقی که اینها دارن ترازی به اظهار نیست، ترازی به عملی است که اون عمل نماینده ترازی و موافقت اینهاست و این رابطه خودش تشکیل نکاح میده، اگر که اهلیت قانونی داشته باشن، یعنی اگه معارض قانونی نداشته باشن، اون شوهر نداشته باشه، این زن نداشته باشه، آزاد باشن، این فعل هم بین اینها به ترازی اتفاق افتاده باشه، اقرار به ترازی وجود نداره، اظهار به ترازی لازم نیست وجود داشته باشه. اینها قبل از اینکه صحبت بکنن که ما نکاح بکنیم یا نکاح نکنیم، نکاح کردند، زن و شوهر هستن الان. یعنی یک دختر و پسری که تو خیابون راه میرن معارض ندارن، پاسدار یخی اینها رو میگیره میبره اینها رو بهش تجاوز میکنه، پسره رو شلاق میزنه، اون اگر همینجوری که داره راه میره میگه آقا شما قباله عقد دارید، قباله عقد تو قرآن کجا نوشته که باید قباله عقد داشته باشه؟ میگه آقا ما با هم دیگه اصلا همین الان که تو منو گرفتی من زن و شوهر شدم. آخه هیچ کدام از شما ملاها که جرأت ندارید بیایید حرف بزنید. یا آخه هر جای این قرآن رو که ما دست میزنیم میبینیم شما به لجن کشیدید دین اسلام رو. واقعا من انقدر اخیرا از دست شماها عصبانی میشم و اینها که اصلا حال جسمیم بعضی وقتا نگرانی در من ایجاد میکنی که من اصلا کشش ادامه این برنامه رو نداشته باشم. از دست شما آدم های با شرف، از دست شما موحدین، خداشناس ها، با عدالت ها، آدم های نجیب. ضمناً اگه فرصت کردید یک تنبانی هم پای اون فرشته ها بکنید که اینها به این ترتیب تو خیابان نگردن. از اون روسری هایی که سر بچه های 2 ساله و 3 ساله می کنید باز کنید، سر این فرشته ها بکنید. تا نشستی دیگر، فرد فرد شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. شاد و سلامت باشید. خدا یار و نگهدار شما باشه. شجاع و دلیر در صحنه باقی بمانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.